قالب‌های لبه رمپ رو داریم اینجا. نگاه کنید، ما برای اینکه رمپمون ایجاد بکنیم یه سری قالب بغل داریم، یه سری قالب کف داریم. این قالب‌ها رو اگر من نگاه کنید، هنوز که هنوزه یه مقداری روغنیه. اینم حالا یا گازوئیل میزنن یا گازوئیل رو مثلا میان با در واقع روغن سوخته قاطی میکنن، یا خود اصلا روغن سوخته رو میزنن برای اینکه این قالب بعدن راحت از بتون کنده بشه، که بهتره که از مواد رهاساز قالب استفاده بشه. این قالب کفه، این قالب کناره. حالا نم نم بیا پایین. ضمن اینکه اینجا این میلگردار رو میبینیم که ما کار گذاشتیم برای اینکه بعدن بتونیم نرد موقت ایجاد بکنیم. خب زیرسازی زیر رمپ راپله رو ببینید، که در واقع اینجا با چوب بست و جک، فاصله جک ها معمولا یه متره، هرچی کمتر باشه بهتر، منتها یه مقداری بستگی داره به اینکه شما پله های موقت رو چجوری گذاشته باشید. حتما چک کنید قبل بتون ریزی، یعنی قشنگ ضربه بزنید که این جک محکم باشه و نریزه. این یه مسئله. خب برای اینکه جای تیر میان طبقمون درست در بیاد، ببینید قراره که ما از روی این کف بریم به کف بعدی. این فاصله چقدره؟ این رو باید حساب کنیم این تیر وسطش بیفته. خب ارتفاع ستونمون تا زیر تیر 3 متر و 10 سانته و ارتفاع خود تیرمون 50 سانته، میشه 3 متر و 60. یعنی من اگر 3 متر و 60 از روی این بیام بالا، روی سقف بعدیمه. 3 متر و 60 رو تقسیم بر 2 کنم میشه 1 متر و 80. خب 1 متر و 80 میشه روی تمام شده تیر من. 5 سانت کاور بتون دارم دیگه، پس من قاعدتا باید این 5 سانت رو کم بکنم و آرماتور من تو تراز 1 متر و 75 سانتی بسته شده باشه. مهندس بیا بگیر. حالا اونورتر ما نرفتیم. 1 متر و 75. اونورم بذار بگیرم. از اونورم بگیریم 1 متر و 75 از روی این آرماتور تا در واقع روی این طبقه باید فاصله باشه. چرا؟ چون که 3 متر و 10 ستونمون بود، 50 سانت تیرمون میشه 3 متر و 60، نصفش 180، 5 سانت هم که کاوره. همونجوری که تو اجرای فونداسیون گفتیم اگه قرار باشه یه جایی رو بفهمیم ستونش کجا و قرار داده بشه، یه دونه تنگ میبندیم، توی اجرای تیرم همینه. نگاه کنید الان قراره یه تیر از این دیوار برشی به این ستون اجرا بشه. برای اینکه جای این آرماتورها رو بدونیم، میاد یه تنگ رو میبندیم به این شکل که جامون مشخص بشه کاملا. حالا توی تیر ما به این المان ارزیمون میگیم خامود دیگه. این خامود رو اینجا میبندیم برای اینکه مشخص بشه که این آرماتورهای تیر من از کجا باید رد بشه، دقیقا جاش مشخصه. این تیکه هم باز میمونه، آرماتورها که کار بشه بعدا دورش رو با یونولید میبندیم. این ور هم اگر نگاه کنیم ببینی، این خامود بسته شده، یعنی اینکه این تیر باید از این خامود تا اون خامود آرماتورهای طولیش امتداد پیدا بکنن، این تو درگیر بشن. پس ما برای اجرای هر المانی که میخوایم تعبیه کنیم تو کار، چه ستون توی فونداسیون باشه، چه تیر توی دیوار برشی یا ستون باشه، برای اینکه جاش مشخص بشه با توجه به چیزی که نقشه بردار یا حالا اندازه‌ای که تو نقشه هست در واقع استنباط می‌کنیم، میایم اول یه دونه خامود می‌بندیم به این شکل که جامون مشخص بشه و از اینجا قراره به اونجا این کار انجام بشه. همینطور اونورم اینو داریم، یعنی اگر نگاه کنید ما دوباره این مورد رو اینجا و اونجا هم داریم که برای هر دوش اومدن تنگ رو بستن. ببین این خاموتی که اینجا بسته شده برای اینه که جای این تیر مشخص باشه و اینجا اولین در واقع خاموتشه. بعد بریم اونور میبینید که اینجا هم همین بسته شده. تمام ریزکارهای این موضوع رو توی این مقاله به صورت کامل بررسی کردیم. حتما یه وقتی بذار و این مقاله رو تا انتها دنبال کن. اگر سوال یا نظری هم در این مورد داری، حتما تو قسمت دیدگاه ها بنویس. آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه برای مهندسین عمران داریم که حتما سر بزن، به خاطر اینکه کلی مقاله است با دسته‌بندی‌های مختلف و میتونی دانش فنی خودت رو رشد و ارتقا بدی. امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه. موفق باشی.